طالبان پس از فروپاشی دولت پیشین در افغانستان تمامی اسناد مربوط به کارکنان دولت را به دست آورد. گزارش‌هایی که تاکنون سازمان‌های حقوق بشری از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان منتشر کردند، حکایت از بازداشت، شکنجه، اعدام و ناپدید شدن نظامیان پیشین، کارمندان نهادهای امنیتی و تا کارمندان دولت قبل و خانواده‌های آنان دارد که اطلاعات آنان در نهادهای امنیتی به جای مانده و اکنون به دام طالبان افتادند. جزئیات بیشتر را در گزارش فاطمه موسوی ببینیم. در گزارش جدید رواداری آمده، طالبان حتی از اعضای خانواده و بستگان کارمندان دولت سابق افغانستان هم انتقام می‌گیرد. رواداری به عنوان مثال از قتل یک کودک 8 ساله در بامیان که مادرش عضو نیروهای پلیس دولت سابق بوده و قتل کودک 13 ساله در بدخشان که پدرش عضو خیزش‌های مردمی بوده نام برده است. کودک بامیانی در 28 جولای 2023 ربوده شد و یک هفته بعد جسد او در بازار مرکز این ولایت پیدا شد. یک کودک بدخشی نیز در 25 آگوست 2023 در ولسوالی شهدای ولایت بدخشان به دست افراد ناشناس به قتل رسید. در گزارش جدید سازمان حقوق بشری رواداری آمده که در سال 2023 دست کم 82 کارمند دولت پیشین افغانستان به شکل هدفمند و فراغذایی کشته شدند. کشته شدگان شامل 68 نفر از نظامیان دولت سابق و 14 تن دیگر از کارمندان حکومت پیشین بودند. در این گزارش آمده در سال 2023 دست کم 506 تن با نقض آشکار حقوق بشر در افغانستان کشته و 266 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش همچنین آمده که 390 تن از جانباختگان مرد، 58 تن کودک، 38 تن زن و هویت 20 تن دیگر نامعلوم است. بستگان فهیم عظیمی، فعال آموزش دختران که در بازداشت طالبان به سر می‌برد هم گفتند که پرونده او در دادگاه دیوان امنیت عامه این گروه بلا تکلیف و طالبان به وکلای مدافع وی اجازه نمی‌دهند که پرونده او را بخوانند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، روز پنجشنبه در اجلاس شورای حقوق بشر خواستار رهایی فوری تمامی مدافعان حقوق بشر از جمله فهیم عظیمی، صدیق الله افغان و منیژه صدیقی از بند طالبان شد. ماه گذشته سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که طالبان فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را به زندان پلچرخی منتقل کرده است. در مرداد ماه 1402 دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارشی اعلام کرد که صدها مورد انتقام جویی طالبان علیه ماموران امنیتی دولت سابق این کشور را مستند کرده است. یوناما در گزارش یاد شده تأکید کرد که در مجموع دست کم 800 مورد نقض حقوق بشر از زمان تسلط طالبان علیه نظامیان و کارمندان دولت پیشین را بر مبنای گزارش‌های موثق بستگان قربانیان و اعضای طالبان مستند کرده است. در فوریه سال 2022 هم 5 عضو خانواده، یک نماینده پیشین مجلس افغانستان به نام حبیب الرحمن افغان توسط طالبان کشته شدند. کشته شدن کارمندان دولت سابق و نزدیکان آنها توسط نیروهای طالبان در همان ایام نیز انتقادات گسترده در سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخت. دیدبان حقوق بشر در همان زمان اعلام کرد که طالبان از زمان به قدرت رسیدن بیش از 100 کارمند دولت سابق افغانستان را به قتل رسانده است. در فروردین سال 1401 روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که افراد طالبان در 6 ماه اول حاکمیت دوباره خود در افغانستان نزدیک به 500 نفر از کارمندان دولت پیشین از جمله افسران نهادهای امنیتی را کشته یا ناپدید کردند.
این اتفاقها از زمانی رخ داد که در همان ماه‌های اولیه به قدرت رسیدن طالبان در سال 1400 اخباری مبنی بر جمع‌آوری اطلاعات درباره خانواده‌های نظامیان پیشین منعکس شد که از همان زمان نگرانی گروگانگیری، شکنجه و زندانی کردن خانواده‌ها را افزایش داده بود. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.